فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا سوال کردن که پول قاچاق گازوئیل حرام است یا نه؟ محمد از گچین. ببینید این برمیگرده به اصل، یعنی تکلیف شرعی این مسئله گازوئیل. از نظر شرعی گازوئیلی که از مباحات هست، و اگر تملکی که بر روی گازوئیل هست یک تملک شرعی و قانونی باشه، فروختنش هم مباح و جایز هست. به این معنی که معمولا مثلا هر کسی که بنابر یک طرحی که دارد یا یک پروژه که دارد یک سهمیه گازوئیل مشخصی دارد، یا ماشین سنگینی مثلا در اختیار دارد، یا اینکه لنج یا هر وسیله دیگری که نیاز به گازوئیل دارند، یک سهمیه بندی مشخصی هست که از طریق دولت به این افراد تعلق می‌گیرد. احیانا بعضی از این افراد شاید این گازوئیل را تمامش را مصرف نکنند، یک قسمتی باقی مانده باشه، و شخصی که خودش، یعنی گازوئیل در ملکیت شخصی خودش هست، مال خودش هست و از کارت سوخت خودش دریافت میکنند، این را میخواهد که بفروشد. از نظر شرعی هیچ گونه مانعی در این صورت وجود ندارد. اما اگر کسی یک کاری رو مثلا انجام میدهد که با فرض کنیم با رشوه یک گازوئیلی رو به دست می آورد، حق دیگری در این میان تلف می شود و ضایع می شود، این حکمش یک حکم جداگانه هست که رشوه دادن، رشوه گرفتن، تلف کردن حق دیگران به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی جایز نیست. این نکته دوم. و نکته سوم این است که قطع نظر از این که اصل معامله را که من عرض کردم که یک شیء مباح است با ملکیت، با یک وجه شرعی و راه قانونی در ملکیت یک شخصی وارد شده، خودش اختیار دخل و تصرف دارد و مباح است و جایز است براش کن را معامله بکنند. اما به خطر انداختن جان خودش رو برای این معامله، این یک حکم جداگانه است که انسان نباید برای یک فایده‌ای که متصور هست در ذهنش امید دارد که به اون برسد، جایز نیست که انسان جان خودش را در خطر بیندازد. اگر واقعا معامله گازوئیل به اندازه‌ای هست، یعنی خطر مخاطره آمیز هست که احتمال دارد انسان جان خودش را به خطر بیندازد، بنابر قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که انسان مجاز نیست که به خودش یا به دیگران ضرری وارد بکند، در این صورت یک حکم متفاوتی را خواهد داشت. اما اگر گازوئیل مال خودش هست، در یک جای امنی بدون خطری اونو به فروش میرساند، از نظر شرعی خود این معامله هیچ گونه اشکالی نداره. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.